اینم فرق قابلیت شبکه داره، یعنی اگر شما چند در واقع چند نمایندگی به چند شهر دیگه داشته باشین، در واقع میتونیم شما خیلی راحت از چندین مرکز به مرکز اصلی خود پرینت بگیریم و در واقع به صورت جداگانه شما میتونیم هر بخش زیر مدیریت بکنیم، یعنی انباردار فقط میتونه به بخش انبارداری دسترسی داشته باشه، حسابدار میتونه به بخش حسابداری دسترسی داشته باشه، و مدیر کل میتونه به هر بخشی که اجازه بده دیگرا دسترسی داشته باشه. پس بنابراین نرم افزار فوق حرفه‌ای و اکثر نرم افزارهایی که در بازار بسیار با قیمت بسیار گران و با تمدیدی سالانه فروخته میشه امکاناتی که ما داخلش قرار دادیم نداره. و یکی دیگه هم که از کسانی که به زبان پشتو صحبت میکنن یا زبان پشتو می نویسن، برای اونا هم این نرم افزار نرم افزار فوق حرفه‌ایه و میتونن از زبان پشتو به داخل استفاده کنن. و انگلیسی هم که دیگه در واقع زبانی است که اکثر خارجی‌ها استفاده میکنه و در واقع این نرم افزار در حد استانداردهای خارجه میتونه نرم افزار برای خارجی ها هم باشه. این نرم افزار در سه نقطه ارائه شده که کاملا رایگانه و میتونیم شما به صورت نامدود برو چندین سیستم نصب کنیم و بدون دیکه نیاز به فایل سازی یا قلف یا در واقع پرداخت پول باشه، ای در اختیار شما قرار میگیره و هیچ کس از شما نباید پول بگیره. و این نرم افزار کاملا رایگانه و در اختیار شما برو اینترنت به صورت رایگان برای دانلود گذاشته شده. نرم افزار اسکیل سرور روی سیستم ما کمی تیزتر نصب میشه، به خاطر اینکه کامپیوتر ما از نگاه رم خب کمی بالایه، ولی از نگاه گرافیک در واقع کمی پایین. ببینید که رم کامپیوتر ما 8 گیگه به این قسمت، اگه ببینید و گرافیک خود کامپیوتر ما که دقیق شما متوجه بشیم که یک وقتی نگم که سیستم ایدونو بسیار بالایه و اینا روی سیستم های مدل بالا کار کردن و ببینیم که گرافیک ازی کاملا پایینه، یعنی در واقع 32 گرافیک 32 دیگه فکر کنم مال موبایل هم از گرافیک 32 بیشتر داشته باشه. پس بنابراین روی هر نوع سیستم میشه به شرطی که ویندوز شما به صورت استاندارد نصب شده باشه. اگر در ولایت های دیگه زندگی میکنیم این نرم افزار اگر دانلود بکنید توجه داشته باشین که این نرم افزار ما تحت برنامه نویسی های شرکت مایکروسافت ساختیم. پس بنابراین تمام نرم افزارهایی که به اجرای شرکت نرم افزارهای شرکت مایکروسافت هست این برنامه نیاز داره. یعنی شما اگر کسی به شما میگه فریم ورک نصب کنیم، فریم ورک چیه؟ فریم ورک یک نرم افزاری تحت زبانهای برنامه نویسی شرکت مایکروسافت. پس اگر شما یک کسی به شما حسابداری بنویسه، شما باید حتما تحت یک فریم ورک اجرا کنید، مگر اینکه که داخل اکسل یا اکسس یا ایت نرم افزار رو بنویسن که اونا دیگه نیاز به هیچ نوع پیش نیازی نداره، فقط کافیه آفیس نصب کنیم اونا اجرا میشه. و نرم افزارهایی که حرفه‌ای ساخته میشه عموما داخل در واقع نرم افزارهای شرکت مایکروسافت ساخته میشه، که این نرم افزار ما توسط ویژوال استودیو با زبان سی شارپ نوشته شده و از چند زبان دیگه هم به داخل جی در واقع میکس شده تا این کدار اجرا بکنه و شما یک نرم افزار راحت دیدید. بنابراین نیازه که شما پیش نیازهای شرکت مایکروسافت دانلود بکنید یا نصب بکنید برای سیستم خود، چون برای اجرای اینا نیاز به او برنامه داره.
ما در بخش‌های مختلف چندین نرم افزار ساختیم. پس بنابراین اگر این نرم افزار به درد کار شما نمیخوره یا مثلا شما یه وقت باز میکنین گیج میشین، نرم افزارهای دیگه ای هست، مثلا برای آموزشگاه نرم افزار جدای، برای فروشگاه نرم افزار فروشگاه معمولی نرم افزارهای جدای. این نرم افزار بیشتر برای شرکت‌های بسیار بزرگ خوبه که اونها در واقع شرکت‌هایی هستن که انباردار دارن، حسابدار دارن، هر کدام بخش جدا داره، ای به صورت جدا جدا هر کدام در واقع مدیریت میکنه. ولی اگر خواسته باشیم یک فروشگاه معمولی داشته باشیم، شما میتونیم از نرم افزار حسابداری فروشگاهی ما استفاده بکنه که او هم در واقع رایگانه و میتونیم برای کارهای دیگه استفاده بکنیم. نرم افزار مدارس داریم یا از مکتبایی که برای مکاتب استفاده میشه، نرم افزار در واقع رستوران ها داریم که برای رستوران ها و یا برای فروشگاهی که مواد غذایی و در واقع همبرگر و این چیزا رو میفروشن برای اونها استفاده میشه. نرم افزار و ده ها نرم افزار دیگه داریم که هر کدام به بخش خود خود مخصوص همو کاره. پس بنابراین اگر فکر میکنین که این نرم افزار به درد شما نمیخوره، بعد از اینکه آموزش نگاه کردین این نرم افزار رو دانلود نکنین، به منتظر بمونیم تا اون نرم افزاری که مربوط به خود شمانه. نرم افزارا کلا ساخته شده، فقط منتظر اینه که ما در واقع آموزش از اینا رو بسازیم و طریق استفاده از اینا رو بگیم. پس بنابراین یک کمی ممکنه طول بکشه. نرم افزارهایی که بخش آموزشگاه اونا نرم افزار مکاتبه و مخصوص مکاتبه و نرم افزارهای بیمارستان ها هست که ثبت مریض، ثبت دکتر، ثبت در واقع حوادثی که روزانه در بیمارستان ها اتفاق میفته یا حوادثی که روزانه مردم اونجی میارن و موضوعات مربوط به خود اونا هست. ببینید که نرم افزار با موفقیت نصب شد. بعد از نصب شدن ببینید اینا کلن ساکسس میشه، یعنی تایید میشه. بعد از این میبندیم و سیستم خود ریستارت میکنه. بعد از اینکه ریستارت کردیم، نرم افزاری که ما به شما قرار دادیم این دانلود میکنیم. وقتی دانلود کنیم به این شکل این استخراج میکنیم. بعد از اینکه استخراج کردیم به داخل وارد از این میشیم، به داخل از این یک ستپ، یعنی ستپ رو اوپن میکنیم. ببینید به قسمت قبلا به شما بگفتم که نیت فریم ورک و کریستال رپورت و چند نرم افزار دیگه هم هست که هر نرم افزاری که شما حسابداری که شما استفاده میکنیم یک نوع نرم افزار داره. ببینید به قسمت وقتی که ایر اوپن کنیم روی نصب کلیک کنیم شروع میکنه به نصب این نرم افزارا. اینا به صورت اتومات نصب میکنه. ببینید اینجا نشسته در حال نصب، لطفا منتظر باشید. این نرم افزار کریستال رپورت نصب میکنه. شما باید منتظر بمونیم تا این نرم افزار به صورت کامل نصب بشه. برو اکثر سیستم‌های این نرم افزار خیلی طول میکشه، پس بنابراین عجله نکنید، چون نرم افزارهایی است که باید سیستم حسابداری اینا داشته باشه.